جمهوری اسلامی ایران میگوید 15 شرکت امریکایی را که با اسرائیل مراوده داشتند تحریم میکند. این خبر چند ایراد کوچک دارد، از جمله اینکه پیشتر این 15 شرکت امریکایی چه کالا و یا به چه قیمتی به ایران جنس میفروختند و دیگر اینکه این تحریم شامل شرکت های کشورهای دیگر هم میشود یا نه، به خصوص که این کشورهای دیگر با اسرائیل روابط بسیار خوبی دارند. در آن صورت چند کشور و شرکت در کره زمین باقی میماند تا با جمهوری اسلامی ایران مراوده داشته باشد. اما خبرهای جدی اعتراض جمعیت چند ده هزار نفری در انگلستان علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. جمعیت نشان داد طرفداران ملیت‌های گوناگون و یا مذاهب آزاد در بریتانیا کم نیست. آنها همزمان برای قربانیان حادثه تروریستی لندن اظهار تأسف و همدردی کردند. در همین زمینه دو عکس هم خبرساز شد. دختری که با حجاب اسلامی بدون توجه به مردی که در حال مرگ است عبور می‌کند و در قضاوت دوم همان فرد با این عکس تأسف زن مسلمان با حجابی را از همین حادثه تروریستی نشان می‌دهد. در پایان هفته نمایندگان اتحادیه اروپا در روم جمع شدند و 60th سال تأسیس اتحادیه اروپا را جشن گرفتند. اتحادیه 60 سال پیش تنها با 6 کشور آغاز به کار کرد، اما امروز برخی از اعضای 27 دولت به گفته آگاهان مانع رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شدند. رئیس داعش در الجزایر کشته شد. نفر دوم القاعده نیز در افغانستان به هلاکت رسید. در موصل عراق عده‌ای غیر نظامی به اشتباه کشته شدند. در چالش‌های انتخاباتی فرانسه خانم مارین لوپن که در صدر نامزدها دست کم در دور اول قرار دارد به دیدار آقای پوتین به مسکو رفت. خبر و شایعه دلیل سفر خانم لوپن برای دریافت وام جهت تأمین بودجه انتخاباتیش همانقدر قابل باور بود که دلایل رد و تکذیب آن کما اینکه چنین شد. از موضوع گفتگوها بین آقای پوتین و خانم لوپن خبر چندانی منتشر نشده، اما 90 دقیقه زمان دیدار به گفته ناظران زمان کوتاهی نیست. روسیه میگوید حمله متحدین در سوریه به رقعه از جمله فرانسه پاسخ دلخواسته آنها را نخواهد داد. در یکی از تظاهرات تقریبا ندیده شده با جمعیت چشمگیر علیه فساد در روسیه 700 نفر در مسکو دستگیر شدند و این در حالی که به گفته اغلب رسانه‌ها آقای پوتین یکی از محبوب ترین رؤسای جمهور روسیه بعد از جنگ جهانی دوم است. این خانم امریکایی میگوید با آقای ترامپ رأی داده، اما همسر مکزیکیش در آستانه اخراج قرار گرفته است. فرزند آقای ترامپ از نحوه و دلیل پیوستنش به مذهب یهود گفته است و بالاخره این عکس تمام دایره سیاسی موضوع سوریه را تروریست لقب داده. میگوید آنها هر یک بر اساس منافع خود با سوریه روبرو شدند. این همه از تظاهراتی است در شهر ژنو در آستانه مذاکرات دور بعدی که در ژنو انجام گرفته و فعلا امیدی هم به آن نیست. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. اویالله ارحل یا بشر، اویالله ارحل یا بشر، اویا بشر اویا مندر.